عمو جان. جونم عمو جون. بفرما عمو جون. من اینو به شما نگفتم، فقط به عمو یانگاز گفتم. آها فهمیدم، یعنی با تو کار داره داداش. بگو عزیزم. میگم اونجایی که ایگیت رفته مدرسه‌ای وجود داره یا نه؟ جایی نیست که مدرسه نداشته باشه، الکی هوس نکن. بدو برو مشقاتو بنویس، یالا تنبلی رو بذار کنار، زود باش. من واسه خودم نگفتم، گفتم کاش اونجایی که ایگیت رفته مدرسه داشته باشه که ایگیت هم مدرسه بره. دلم برای ایگیت تنگ شده. اوی اوی آخه مامان قربونه اون قلب قشنگت بره، منم دلم براشون تنگ شده، اما ایگیت اونجا خیلی خوشحال تره. یالا برو تو اتاقه. آخه یکی نیست بیاد اینا رو ببینه. من دستم به جهاز عروس بنده، طاهرم به فکر یکی دیگه است. کشتی تو ساحل گیر کرده، مصطفی رفته با اون رسیدگی کنه. اگه دنیا رو آب ببره، این دوتا پسر منو خواب میبره. عروس خونم که لنگه همین است. آخه یکی به من بگه تو این ساعت روز بساط صبحونه رو میز چی کار میکنه؟ حق با منه داداش. تو اینجا بمون، من برم به داداش مصطفی کمک کنم. فاتح میره بهش کمک کنه، تو همینجا میمونی. ما رو میبری خونه زن داداش مرجانت، باید براش بخچه ببریم. برات آرزوی موفقیت میکنم داداشون. چرا همیشه این کارای زنونه رو به من میسپاری؟ فاتح، بگو ببینم از مصطفی خبر داری؟ رفته پیش کشتی. چرا؟ چرا گوشیشو جواب نمیده؟ حتما دستش بنده دیگه. من رفتم، خدافظ. ای بابا خدای من. ای کاش میدونستی. آقا مصطفی. معذرت میخوام بیدارت کردم. ظهر شده؟ خب کاش زودتر بیدارم میکردی. ایشان، تو تا خود صبح گریه میکردی، منم گذاشتم بیشتر بخوابی. ازت ممنونم. رفتارت به عنوان یک گروگانگیر خیلی مؤدبانه است. تا ودا چیزی که میخوام نده، تو مهمون مایی. وداد اصلا به تو ضمانت نمیده آقا مصطفی، اینو دیگه باید فهمیده باشی. منم مهمون زورکیتونم. باشه. اون بخاری مثل بخاری های قدیمی میمونه، میشه روشنش کنیم؟ تو دیشب منو با کی اشتباه گرفته بودی؟ مصطفی تو همیشه اینجوری هستی، یه همیری سر اصل مطلب. آره زیاد دوست ندارم حرفمو بپیچونم. ببینم تو از کی میترسی؟ اینو نفهمیدم. از هیچ کس نمیترسم، حداقل خیلی وقته. پس یه زمانی یه چیزی بوده، یعنی دیشب تو اون تاریکی منو با یکی دیگه اشتباه گرفتی؟ کی بود؟ آقا مصطفی من تازه بیدار شدم، یکم اجازه میدید به خودم بیام؟ باشه. کجا؟ میدونم آدم بی‌ادبی هستی، ولی
ای کاش خانمو مجبور نمی کردی جواب این سوالتو بهت بگه. خب کجا میری؟ من باید برم دستشویی؟ آها باشه بفرمایی. خب اون بخاری رو روشن میکنی؟ خیلی سردمه، خواهش میکنم. باید هیزم بشکنم. پس بی زحمت بشکنید، من خیلی سردمه واقعا. خواهش میکنم، خواهش میکنم. باشه. وای خدای من، حالا باید هیزمم بشکنم. پس بی زحمت هیزم بشکن. بی زحمت. آسیه. الو چی میخوای آسیه؟ دو تا نون و یه شیر میخوام مصطفی. دیوونم کردی؟ کجایی؟ چی کار میکنی؟ من پیش کشتیم. پس چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ مردم از نگرانی. آسیه بهت پیام دادم دیگه. آره گفتی نگران نباش، پیش کشتیم. چطور نگران نشم؟ گفتی کشتی تو ماسه گیر کرده و دیگه ازت خبری نشد. خب بالاخره چی شد؟ کشتی رو در اون صدای خروس نیست؟ نه بابا، خروس اینجا چی کار میکنه؟ پس چی بود؟ بوق کشتی عزیزم، بوق کشتی. خدای من، برو دیگه، من کار دارم، بعد از ظهر میبینمت. چرا به زنت دروغ گفتی؟ چی بهش میگفتم؟ میگفتم یه زن آوردم خونه ییلاقی، بابا دارم براش هیزم میشکنم. آره؟ یالا ایشان، یالا اینا رو ببر داخل. یالا برو داخل دیگه ایشان، برو. خسته نباشی دختر خونه. نظر تو کجا موندی؟ مامان ثانیه الانا میاد دیگه. فیلمای این ثانیه خانومم اصلا تمومی نداره. به نظر تو بغچه آوردن برای عروس فیلم نظر؟ البته که نیست خواهر گل من، اما طاهر تو رو ناراحت میکنه. لیاقت تو یادم بهتره، بیا و بی خیالش شو. واسه من بهتر از طاهر نیست. تو میگی برای تو بهتر از طاهر نیست، اما اون طاهر دیوونه است، اینو بفهم. من خیلی خوشحالم. چرا خوشحالی مرجان؟ واسه اینکه عمر تو با یه آدم دیوونه مثل من میخوای سر کنی؟ به نظرم اصلا عقل نداری. اینجوری نگو نزم، قربونت بشم. اگه با طاهر نشه با هیچ کس دیگه ای نمیشه. عشق دیگه، میدونی که عزیزم این عشق نابودت میکنه. من اگه تو جهنمم بسوزم صدام در نمیاد، ولی این دنیا رو واسه اون بهشت میکنم. من قول دادم.